نگاهی به چند خبر کوتاه. سازمان اطلاعات و تحقیقات فدرال عراق از به هلاکت رسیدن والی داعش در استان الانبار ملقب به ابو منصور و سه تن از همراهان او خبر داد. در بیانیه این سازمان آمده فرماندهان و عناصر داعش گمان می‌کردند که صحرای الانبار مکانی امن برای آنها خواهد بود، اما نیروهای شجاع سازمان اطلاعات موفق شدند که این صحرا را به جهنمی برای عناصر داعش تبدیل کنند. روز گذشته یک شنبه 19 ژوئن حدود 29,000 پناهجوی اقلیت مسلمان روهینگیا در آستانه روز جهانی پناهندگان در بنگلادش تظاهرات کرده و خواستار بازگشت به کشورشان شدند. 5 سال است که حدود 1,000,000 مهاجر روهینگیا به دلیل اقدامات سرکوبگرایانه دولت میانمار در 34 کمپ در جنوب شرق بنگلادش در سرپناه‌هایی که از نی و ترپال ساخته شده در حالی زندگی می‌کنند که به فرصت‌های شغلی و خدمات بهداشتی هیچ دسترسی نداشته و از امکانات آموزشی نیز محروم هستند. پارلمان منطقه بروکسل یکی از سه ایالتی که پادشاهی فدرال بلژیک را تشکیل می‌دهد به لایحه پیشنهادی ممنوعیت ذبح حلال رأی منفی داد. این لایحه که توسط احزاب لیبرال و طرفداران محیط زیست ارائه شده بود در کمیته‌ای به رأی گذاشته و به پارلمان بازگردانده شد.